اصل 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 بابا چی شد؟ چی شده عزیزم؟ چی شده ها؟ چی شد ماما خواب بد دیدی؟ نه خیلی خواب بد ندیدم، میدونم ده همش بابا دورو میزنه. عزیزم من چرا من مامانو بزنم؟ من شما رو دوست دارم. منو دوست دارم، مامانو دوست دارم. زر رفتی ریمان ریوانا رو بابای منو شدوندی. معذرت میخوام، معذرت میخوام. ازت معذرت میخوام. صد دفعه گفتم منو به مرز انفجار نرسون. برو بیرون. دو دست ازم خودم جمع بکنم. پرواز ساعت چنده؟ هفت. یه ساعت نه دیگه ماشین میاد دنبالم. وقتتون نمیدم، برگشتتون میگم. فرقم کنه؟ نه، برای اصل پرسیدم. شب کنه؟ پس ما فهمیدی تنها نخ رابطه اون بچه هست، نه؟ من یک کلمه که حرف میزنم تا سخت بیشترشو بارم نکنی آروم نمیگیری؟ میدونه چیه؟ قبل از اینکه دوباره دعوامون بشه برو بگی بخواب. پدر خوبی که برون بچه نیستی، لااقل مادر خوبی باش. اصل اصل بابا مهدت دیر شده. اصل بلندشو، مهدت دیر شد. بودو بابا من خوابم میاد. چی خوابم میاد؟ بودو یه دستورت رو بشو ببینم. دیر شد مهدت بودکی. با تو هم اصل. بابای من مهد میام، خوشم نمیاد. بابا مامان جوش، مامان رفته سر کاشت میاد. بودو بیه دستت دوش رو سخونم و دستت درست کنم. بودو اصلا مگه من با تو نیستم؟ میگم دیره. بودو بودو ببینم. بابای خوبم میاد. میریزا نه میریزا زدم تو سرتا. یواش مشکل بابا کیه؟ نه نانازه بابا کیه؟ نه بسه. خنگ بابا کیه؟ تو. من خنگ تو هم؟ بودو میریزا جو یادم چیو؟ سفیم چرا؟
فرمان صبح سحر منو بیدار دادی عصبانی شدم. بله من عصبانی میشم، هی میگم بیدار شو بیدار شو، بیدار نمیشی. برگرد دیر شد. آدم به خوشدلی دستش آبیه، خوشدله، بعدم میگی معلومه ده عصبانی میشم. این کفش آبیه؟ آره. این آبیه، بهت میگم خنگ بابا کیه، میگی تو. این قرمزه، بخور. من دستشوی دارم. داری دروغ میگی، دهن باز، دهن باز. بازم که دخترمون دیر اومد. من شرمنده ام، همسرم رفته سفر، واقعیتش ما خواب موندیم. حالا اگه اجازه بدیم 5 6 بعد از ظهر میام دنبالش. من ندارم حواله سفر. مواظب باش عزیزم. خدمت خانمتونم گفتم پرخاشگری چه مقدار زیاد شده. من به شما توصیه می کنم بچه پرستار یه مربی خصوصی بگیرید. شما که وقت نمی‌کنید. اون بیشتر میتونه رو رفتارش کار کنه. ولی من کلی پول دارم میدم در ماه که بچه اینجا احساس آرامش کنیم. میفهمم. مسئله ما الان فقط عسل نیست. تمام بچه هایی که اینجا هستن باید احساس آرامش کنن. اگر مایل باشین، من میتونم شماره تلفن یک مربی خصوصی رو به شما بدم. بابا من نداده مایلی؟ دیگه داری کلافم میکنی. من خسته تر از اونم که بخوام آرامش خودم رو حفظ کنم. چند لحظه گوشی. چی شد؟ با تو هم آقای یعقوبی، شما یه مدیر بازرگانی بیشتر نیست. اون از هماهنگیاتون توی ارومیه، اینم جای دستتون درد نکنه. بله که میگم، بازم میگم، صد بار دیگه هم میگم، آقا اصلا به شما ربطی نداره. چی شد؟ چرا هرچی زنگ زدم رو موبایل جواب ندادی؟ از این مهدم اخراجش کردم. یعنی چی؟ غلط کردن؟ یعنی اینکه دختر زده پای چش بچه مردم، سه تا بخیه خورده، کلانتر یا کلانتر کشی، با هزار بدبختی ازشون رضایت گرفتم. همینه دیگه، بچه که مادر بلا سرش نموشه همینه. یه روز تیکن اندازی صبح شب نمیشه نه؟ نه خیر آقا، اخلاق سگیش به تو رفته. آره دیدم چقدر خوش اخلاق داشتی با تلفن صحبت میکردی. چیکار کنم؟ شوهرم ناز داره، آرامش فکریش به هم میریزه، نمیتونه بره سر کار. شخصیتای فیلمنامش میان یقهشو میگیرن. من مدبختم مجبورم صبح تا شب با یه مش آدم بیشور و زبون نفهم سر کله بزنم، تاشم اینهاش دست نزدم. چی میگی تو؟ ما یه 700,000 تومان داری سود پولم از بانک میگیری، یه خورده کمتر بخور، گردتر بخواب. حرفم میزنی باش، منت کار کردنش رو سر آدم میذارم.
من اگه اجازه دادم بری سر کار به خاطر اینکه هرچون قیافت کمتر ببینم آرامشم بیشتره. ای هرچی من کمتر ببینی آرامشت بیشتره؟ میگردی با تو هم من فردا سمینار دارم بچه ها چیکار کنم؟ شماره پرستار مربی مهدش داد زنگ بزن بیا بچه تو نگردش. بیشه دخالت نکن بذار کار شروع کن. خب کارشو بکنه چرا انقدر خشن؟ شما از دل طبیعت اومدی رویت حساسه. دیده با دوست نمیشم برم دو داخت دیدم با دوست نمیشم. بگو بابای دلم برای تنگ شده بود چه خوب شد اومدی. نه خیرم نه خیرم نه خیرم نه خیرم نه خیرم نه خیرم بدی این ستاره است. سلام خانم. سلام ببخشید. آره ستارم دوست اصل با هم تازه دوست شدیم یه من بازی میکنیم به هم چیزی یاد میدیم مگه نه اصل؟ مگه من به تو نمیگم گاز نگیر ها؟ آره حتما هم میتونه ادبش کنه. بلکم بشین یه دقیقه پس دیگه دست کسی رو گاز میگیری؟ نمیگیری. گاز گرفتن کار دختره بده مگه تو هاپویی؟ اجازه هست؟ بفرمایی دختر خشنگم بیا ببین باور چی گرفته. بودو 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 خشنگه دوستش داری؟ بابا دیشه دارم در صد خوشتر خریدی قربونت برم بگیرش اینو اینم ببر بده به خاله ستاره ازش عذرخواهی کن بگو ببخشید بابا نمیدونستش که شما اینجا این وگرنه یه چیز بهتر واسه تون کادا میابرد. نه همین بسته. ببخشید بیا بده یوب مثلا شبیه آش برای اینکه از عدس مثلا استفاده شده عدس به مقدار کمی هست وقت فروش شده ولی سبزیش هم بذارید سبزی آش سبزی مختلف باشه. اینو بپوش سس سفید داره. خوش گذشت. اما آردی که با کره تفت دادیم موقع رفتن نه ولی برگشتن خیلی یه قرار دادم دیروز بستم الماسی زنگ زده بود. الماسی دیگه کیه؟ الماسی دیگه قبلا بهت گفته بودم روشا فیلم میخواد یه فیلم جشنواره‌ای بسازه. واقعا خوش به حالت زندگی میکنه واسه خودت. این حرف دیگه جو کنایه هست؟ نه خوش باش همین که یکی از ما حالش خوب باشه شاید اوضاع از اینه که هست بهتر بشه. از یه 10 دقیقه برسم بعد شروع کن به قرض زدن گلهی کردن. خورش ماس رو من بکنم خود خانم گلزار اصل 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 و من با تو نیستم بگی بخور. نمیخورم
بهت میگم بخور دهنت وا کن. بخور مامان دهنت وا کن عزیزم. عسل با تو هم. نمیخوام. یعنی چی نمیخوام؟ دهنت وا کن. عسل. گشنم نیست. یعنی چی گشنم نیست؟ دهنت وا کن بهت میگم. گشنم. بخور بهت میگم. خوابم میاد. یعنی چی خوابم میاد؟ بخور دهنت وا کن. اصلا خوابم میاد. میخوام بخوابم. نه نمیخوام. ریختی عسل چاییو. یه دقیقه واسه دستورتمو بشنو. الان خودم میام صحبتتو میگم. باز من اومدم با این بچه حرف بزنم که دفعه حس پدر اومد گل کرد. چی میگی تو بابا؟ هر غلطی دوست داری بکن. مامان ندادیزی به من بده صابونه بخور میخورمش. کارا چیه میکنی تو بچه؟ نمیرم بر بشین. کدوم بر؟ کدوم بر؟ بدو بشین انقدر بازیگوشی نکن. من مامو سهرم و دوشنم بابا مو دوشنم صدا رو اومد اونه دوشن. آفرین. خیلی خوش آمدیم. مرسی ماچم. بفرمایید. سلام سرخان. سلام سزا. سلام. سلام. چطوری؟ من میخوام بودا عزا بخوام. نمیخوام با مامان و بابام عزا بخوام. باشه. بودو. بودو بیم با هم صبونه بخوام. اصلا سدار جون اذیت نکنی. دست صورت شستی؟ آره؟ چی کردی؟ رفتی شمال چیزی هم نوشتی؟ ببخشید من صابونه عسل. آره یه داستان اجتماعی. چی هست؟ داستان یه دختر 15 ساله است که تازه از زندان آزاد شده. دختر از زندان میاد بیرون، نه کس و کاری داره نه پولی داره. یکی از فامیلاشو اینو میبره خونه یه پیرمرد پولدار که ازش پرستاری بکنه. حالا پیرمرده که همه قوم و خویش و کس کارش گذاشتن رفتن از ایران، دختره میره تو اون خونه پرستاری کنه. این اونجا کار میکنه. اول همه فکر میکنن که این دختره بابت پول پیرمرد رفته تو اون خونه کار میکنه، ولی دختره تنها چیزی که سلام نمیکنه پوله. یعنی نه خیر خوبم. بله مولا آرامش میگرده. تو که نمیخوای گوش کنی چرا نمیذاری من کتابمو بخونم؟ گوش کنی اصلا دیروز به من زنگ زدیم وسط جلسه. ماهی کیه؟ دادا. بگو منم. ماهی کیه؟ دادا. چای بابا. باش بعدم یاد از این امیری حسود. چش نداره ببینی یه زن بالاتر از خودشه. چه شما مرده اینجوری؟ یه دقیقه بشین کارت دارم. باید برم. باید برم این مرده بشنم این سر جاش تا بفهمه یه من ماست چقدر کرده داره. چی طرزه حرف زدن تو؟ چرا همه رفتارت شده این مردا؟ خب مردم دیگه، مگه مرد نیستم؟ تو نشستی تو خونه من، باید برم بیرون کار کنم. جامون با هم عوض شده. چرا اون نیش میزنی آدمو؟ چرا انقدر تلخی؟ چرا همه حرفات یه خورده زهر داره توش؟ مشکلی داری؟ آره مشکل دارم. این امیری چیه کرده خیلی تو زنگ میزنه؟ امیری یعقوبی سفر چین پاسپورت خرید تو حرف نزن. دوباره زنگ زدم. من میدم. نه ترس قربونت. بی بغل. بودو بودو. ترس نداری که. اسمشم گذاشتی کار فرهنگی. فیلم نامه می نویسم. خرج زندگی رو در میارم. تو غیرت داشته باش. برو خرج این زندگی کوفتی رو در بیار. من هم میشینم تو خونه. مشکلی ندارم که. قصه مزخرفت هم مثل بقیه قصه هاته. بذارش رو کتاب خونه چون بابتش 2000 پول نمیدم. بهتری؟ بهتر؟ نسبت به چی؟ نسبت به کی؟ ممنونم بابت جایی.
عسل خیلی ترسیده. فکر میکنم شما خیلی باهوشتر از اونین که ندونین این بحثاتون چه تأثیر بدی روش میذاره. چیکار کنم خانم؟ این زندگی منه. من محکومم به این بدبختی. محکوم؟ چرا؟ میشه یه خواهشی بکنم؟ یه ذره بخندی. خب ما آماده ایم. چه غذاییم؟ عسل. چلو کباب کوبیده دوست داره با پیتزا و از این چیزا. با گفتی بابا گفت که من مادنی دوستم با سوسیس. بابایی باخت. حالا بابایی به ما بگی ها. کشاتو ببر گوشاتو بگی. بابایی سوخت. ما رو ببری باد. باشه. حالا تو هم بگو بابایی چی دوست داره بعدا. اگه بابایی باخت ما رو ببری پارک. بگی بگی. من چیز من قرمه سبزی دوست دارم. کوفته کوفته هم خیلی دوست. ما آماده ای. بگو. شما اون سبزای مامان بزرگ دیشتری با دو بیدن. درست گفتی. آفرین. وای ما شما گفتی الان بهش؟ من کیفش گفتم آخه. حالا بعد ما رو ببریم با شما شوختی. من برم رو با شما باش. بودو بودو بودو. یه از کجا فهمید؟ آقای کیا؟ آقای پوریا؟ چقدر سخت هست، نمیدونم چی صداتون کنم. هرچی دوست دارید بگید. واقعا؟ بگم بابایی خوبه؟ من یعنی انقدر پیر شدم؟ نه، برای اینکه عسل حس بهتری داشته باشه، همین. حالا آقای بابایی میایین با ما بازی کنین یا نه؟ نه دیگه، اجازه بدیم من کتابم رو بخونم. آخرین باری که با عسل بازی کردین کی بوده؟ با عسل همین خیلی وقت یادم نمیاد. یعنی این خیلی بده ها. مطمئنم اگه از اثر بپرسم الان یادش. ما قراره با هم بهش کمک کنیم آقای بابایی. بابایی من رو نداده خالی سره من رو نداده. بیمر بیمر کن با بچه ها بازی برنم. مواظب باش مواظب باش نیفتی. اه بیافتم. نخوری زمین بابایی. نه بفهمی. سلام آقا، مطمئنی که اشتباه نیومدین؟ اینجا مطب روانشناسی و دیوونه خونه نیست. چطوری؟ اگه دیوونه خونه نیست تو اینجا چیکار میکنی؟ خوبی رفیق؟ تو چه نگی دکتری؟ معلومه دکترم دیگه. باید چیه؟ چه خبر؟ بچه ها چطورن؟ اصل گل چطوره؟ ببینم همه نویسنده این مدلی هم؟ نویسنده میدونی همه چی مزخرف شده. زندگیم، کارم، زنم، بچم، فیلم ها، تو هم جون مادره تکی میخوایی ما رو روانکاوی کنی یا این حرف رو بزنی که تو رو خدا شاد باشید به هم دیگه لبخند بزنید که زندگیم بهتون لبخند بزنه. بلند میشه این میزو یه جوری میکنم تو سرت که دقودلی زندگی اصلا خیلی خوب سرشتر. خیلی خوب هیچی نمیگم. یه خبر خوشی میتونم بهت بدم. نازنینم داره باش میره. با کی؟ کجا؟
با سحر چین. دو هفته چه حالی بکنی مجردی؟ دو هفته چه خره؟ من دارم واسه همیشه آزاد میشم. چطوری؟ ما داریم جدا میشیم. شوخی میکنی؟ آخه برای چی؟ شما که با هم مشکلی نداری؟ اتفاقی افتاده؟ بوریا دیگه چیزی دیده؟ گن زدی؟ نه. بس چی شده؟ لعنت به تو و این مدرک تو این مطب به تو رو خدا به چشم مریضات به من نگاه نکن. من یه دقیقه اومدم با یه دوست صحبت کنم، میفهمی این چیزا رو؟ خیلی خوب، من هیچی نمیگم، فقط تو هم مفصل تعریف کن ببینم چی شده. بگو دیگه. میدونی چیه؟ الان که اینجام احساس میکنم حوصله تو رو هم ندارم. ببخشید بوریا. بوریا بگو که دیوونه نیستم. دیوونه؟ ستاره خانم یه لحظه. سرخونه بود؟ بله، یه ساعت پیش اومدن. نگران نشن یه موقع. ما هرچی همدیگه رو کمتر ببینیم به نفع هر دومونه. کجا میرین حالا؟ من خیلی مزاحمتون نمیشم، همین سر شرک منو بذارین میرم. من که کاری ندارم، میرسونم تو. خیلی دلم میخواست با این نویسنده از نزدیک آشنا بشم، بفهمم تو مغزش چی میگذره. اگه بری تو ذهن آدمی مثل من، کلاتو ور میداری، نفستو حبس میکنی تا جایی که جون داری میدوی. یه آشفته بازار مطلقه، پر از تضاد و تنش و تناقض و فکرای احمقانه، اندیشه های بیهوده. من فکر میکردم شما همیشه دارین به چیزهای مهم فکر میکنی. من که خیلی نویسنده نیستم، ولی نویسنده ها کارشون اینه که از چیزهای کم اهمیت چیزی رو بیرون بکشن که دیگران فکر کنن خیلی مهمه. شاید باشه. حتما هست. خیلی دلم میخواد بدونم سر اون دختر چی اومد. کدوم دختر؟ همون که قصهشو نوشتین اون روز برای سحر خانم تعریف میکردین که از زندان اومده و رفته پرستاری پیرمرد شده. به نظر شما تا همین جاش سوژه خوبی هست؟ آره خیلی. بگین آخرش چی میشه؟ اگه بگم بین خودمون میمونه؟ بله. نمیدونم. شوخی میکنی؟ نه واقعا، ولی دارم روش فکر میکنم. به نظرتون تو زندگیش چی بوده؟ اصلا چرا رفته زندان؟ شما چی فکر میکنی؟ من فکر نمیکنم، مطمئنم. اون از یه خانواده فقیر جنوب شهریه، قطعا هرچی هم راجع به خودش گفته دروغ گفته. اصلا شاید یه بار ازدواج کرده به پیرمرده نگفته. چرا نگفته؟ برای اینکه خانواده خوبی نداره. اینجور آدم هم که میدونین قطعا پدر 4-5 بار ازدواج کرده، مادرم تو اون شرایط طلاق گرفته رفته، معلوم نیست کجا، که قطعا جای خوبی هم نیست. خودش هم که این مدت بیکاری و آدم بیکارم که هر چیزی ممکن ازش بر بیاد، قاچاق و دزدی و قتل و بعدش هم زندان. چیه چرا میخندین؟ داستان من یه داستان عاشقانه است، این همه سیاهی و تلخی به این قصه نمیخوره. ولی هستن یه همچین آدم هایی. شنیدم نازنینم باهات میاد. آره متاسفانه. چرا متاسفانه؟ چون حوصله خودمم ندارم. من میگم به جای این حرفا بگو شبا تو اتاق خورد و ماینت کنه.
شاید خوب شی. شعور اونم تو روانشناسی اندازه دوست شفیق تو. مامانی من رفتم بابا رو اذیت نکنی ها. میگم که حرف خواسته ترم گوش بده. خب بهت قول میدم هر روز بهت زنگ میزنم. مامان یاد رفته یادت نره ها. نه عزیزم یادم هر صدای خوشگل برات میارم. میخوای چیز کن میخوای دلش تنگ شد ببرش پیش مامان. اصلا دلم تنگ نمیشه. بیام بیا قربونت برم بیا. به چی دوست داری خاله برات بیاره؟ مرسی. باشه ببین بذار جوری میگم. دست به شیر نمیزنم، کار خطرناک نمیکنم، بلا نمیکنم، شیر نمیکنم. پسر خوبی هم هستم، شیطونی هم نمیکنم. ببین جلوی برای هنچه گفتید که خوش اعلام کردم. خوش یه بوس کده بریم. حتما هر شب بزنیم. هر شب من خیلی خوب، شما بریم بالا، من ماشین بذارم پارکینگ. شما مگه امروز تعطیل نبودی؟ چرا؟ ولی دیدم اصلا تناس گفتم بیا پیشت. مطمئنی کاری نداریم؟ آره. جونم عزیزم یه از خوشمزه دوست داریم، بیا بخور. عزیزم من اشتها ندارم، شما بریم بخورم. اگر نیایی ما نمیخوریم. عزیز دلم گفتم که من اشتها ندارم، شما بریم بخوریم. اصلا تو با کی داری پشپش میکنی؟ با چی؟ خاله صداره رو اینجا میبینی؟ نیسته؟ دوش اگر راست میگی دوش. دست شما درد نکنه خاله صداره، دست شما هم درد نکنه. خواهش میکنم. خیلی وقت بودی همچی سفره ای نهیده بودم، خصوصا غذای مورد علاقه من قرمه سبزی. خواستم این غذای درست کنم که هم شما دوست دارین هم اصل جونم. اصل داری یاد میگیره همه غذا رو دوست داشته باشه، مگه نه؟ پوریا؟ بله؟ ببخشید مزاقای کیازم؟ بله شما؟ دکتر ارسیاد. شما؟ ستاره. بله میشه لطف کنید ایشونو صدا کنید؟ پوریا رو؟ اگه امکان داره. بله یه لحظه. چطوری دکتر؟ سلام، خوبی؟ گفتم شب اول مجردی بریم یه بیلیاردی بزنیم، هستی؟ ببینم تمرین کردی یا اومدی خودتو کوچیک کنی؟ میبینم بنا به دلایلی نامعلوم هم اعتماد به نفست بالا رفته هم افسردگیتون بهتر شده. بوده بیا، منتظرم. اومدم. این سرعت عملت منو کشته، حداقل میذاشتی از آسمان وطن خارج بشه ایش.
مرد حسابی اون پرستار اصله. آها از اون نظر. اتفاقا من دنبال پرستار میگردم برای بابام. موجوده؟ من نمیدونم چرا هیچ وقت باورم نمیشه تو دکتر باشه. ولی هستم. اونم از نوع روانشناسش. میدونی نکته جالب توجه اینه که احساس میکنم مریضم همچی بگی نگی کمالش بهتره. یادم نمیاد بهت نسخه داده باشم. خود درمانی میکنی یا دکتر دیگه تشریف میبری؟ آدم وقتی تو زندگی تکلیفش معلوم میشه احساس آرامش بیشتری میکنه. حالا تو بی خود میکنی. بدبخت سگ با تو زندگی نمیکنه با این اخلاق مزخرفی که داری. من نمیدونم مشکل شما چیه. آخه چه مرگتونه؟ ما حرفامونو با هم زدیم. اینجوری بر هر دو تامون بهتره. بهتره؟ یارو میره میشه رفیقش میگه سرم درد میکنه چیکار کنم؟ رفیقش میگه اتفاقا منم چند روز پیش دندونم درد میکرد کندمش انداختمش دور. بابا تو اصلا منم از چی میگی؟ از زندگی چی میخواد؟ ای بابا همش طلاق طلاق. تو میدونی برای طلاق چه اتفاقی برای تو میفته؟ چه برای سر سحر میاد؟ اصلا مهمتر چه برای سر اون طفل معصوم میاد؟ به این صفحه کردی؟ ببین من درست آدمی هستم که از بیرون دارم زندگیتو نگاه میکنم. میگم درد شما دوتا درد بیدردیه همین. البته قبول دارم آه سحر یکم منش بزرگی قبول. اونجوری باید شایدم به تو چه میدونم محبت نمیکنه. قبول دارم همین رو قبول دارم. ولی من نمیدونم چرا شما دوتا این همه ارزشای خوب برای همدیگه دارین بیخیال شدین. فقط دست میزنید نقطه حساس همدیگه که همدیگه رو عصبی کنید. من نمیفهمم چرا. تو قرار نبود منو موعظه کنی یا قرار بود بریم بیلیارد. اینجا که مطب نیست. چیه باز به ترسن بهت برخو؟ ببین این کاری که الان داری میکنی دقیقاً کاری که داری با زندگیت میکنی. در رو ببینم کجا نمیگیری. بازم در رو دیگه. ای بابا یادت رفته؟ تو دانشگاه بهترین نمایشنامه بهترین شعر همش مال تو بود. یادت رفته؟ چی شد اون بلند پروازی احمقانه؟ من تنها کسی هم که از ایران حتما اسکار میگیرم. آره اسکار میگیری با این مشکلات که تو برای خود درست کردی. یه آفتابم دستت نمیتونی. چی میگی تو؟ اسکار میگیرم. راست دارم میگم. به تو چه اصلا؟ من رفیقتم دکترتم هستم. تو زندگی من نیستی که داری قضاوت میکنی. چی داری میگی واس خودت؟ شما بفهمی من چی میگم. من آدم معمولی نیستم. آره من اسکار میگرفتم هنوزم میگم. من صبح به صبح خواب پا میشم پشیمونم از زنده بودنم. اون زندگی من دارم یه روز نمیتونی تحملش کنی. صبح به صبح بلند میشم لپتاپو وا میکنم یه قصه ای داستانی چیزی بنویسم تا ظهر گیم بازی میکنم فال حافظ میگیرم یه فایل میارم بالا که اگه سحر اومد تو یه وقت نگه چیکار دارم میکنم. همش فکر میکنم باید یه اثر بزرگ خلق کنم. بعد یه چیز درست بنویسم پا میشم کیفمو برمیدارم میرم شمال بعد 10 روز میام به جای فیلمنامه یه عالمه کلوچه آوردم به خودم. قضاوت نکن بی خود و بی جهت عوض من قضاوت نکن. تو چی میفهمی از زندگی من؟ من همه چی میفهمم فقط این نمیفهمم این اینایی که تو داری میگی چه ربطی به سحر داره؟ ربطی نداره؟ معلومه که نداره. ربطی نداره؟ نه راست میگی ربطی نداره. اون آدم بزرگ متشخص مای 5 میلیون 6 میلیون درآمدشه. راست میگی ربطی نداره. منم همینو بهش میگم. میگم تو با این جایگاهت با این درآمدت خب برو سر یه زندگی دیگه. با من قضیتم نکن. دست بچه تو بگی برو یه زندگی دیگه شروع کن. باشه پوری باشه حق با تو. من اگه 10 دقیقه دیگه با تو حرف بزنم یا یأس پرسفید خفم میکنه یا خودم از بالای برج میلاد پرت میکنم پایین. باشه تو راست میگی. من دیگه هیچی نمیگم. ببین بیا اصلا قضیه یه جور دیگه ببین. فکر کنیم دنیا یه توپه. اونم اندازه توپ بیلیارد. الان دوتایی با هم میریم تو این باشگاه با چون اونقدر میزنیمش تا دغدغه جفتمون خالی بشه. باشه؟ بخند دیگه خودتو لوس نکن. تا با شرف میزنی قهر میکنه مثل بچه ها. سلام. سلام. خسته نباشی. ممنونم. ببخشید دیر اومدم. شما شام خوردین؟ نه منتظر شدم شما بیاین. اصلا شامشو خورده؟ بله. غذاشو دادم خوابوندمش. بیلیاردو چه کردین؟ بردین؟ باختین؟ شما فکر کن من برسی ها ببازم. شام کوفته است. دوست که داری. کوفته؟ قرار نبود انقدر تو زحمت بیفتیم. جا
چه زحمتی؟ اصلا گفت دوست نداره، خواستم بهش یاد بدم که همه غذا خوشمزه است. من فکر کردم به خاطر اینکه میدونی من دوست دارم پختین. خیلی خوشمزه است. نوشه جان. خود نمیخوری؟ نه، دوست ندارم. یعنی چی؟ من باید یه پرستار برات بگیرم که بهت یاد بده همه غذا خوشمزه است. بخور. منو 1442 کیازند هستم. سلام، یه ماشین میخواستم برای جنت آباد. ممنونم، منتظرم. خداحافظ. خواستم امشب بمونم پیش عسل. مامانم اینا هم که نیستن الان، هم دیگه خیلی دیر وقته. کجا؟ ارومیه، پیش یکی از فامیلا. آژانس 10 دقیقه دیگه میرسه. گفتم آژانس 10 دقیقه دیگه میرسه. پایین منتظریم. میشه خواهش کنم شب و پیش عسل بخوابی؟ اگه خواستم بمونم به دلیل این بود که یه وقت شب دوباره بیدار نشه کابوس ببینه. خدا پشت بابا رو بخوانم ببینم کجاست. هنوز بخوانم بالا بالا مثلا میگه خاموش هست. من نمیخوام خودم صابونه بخورم، میخوام خالصه داره به من بدم. خالصه داره نیست، خاموشه. خوشتلی دشوی دختقی به مرشندی دعواش میدانه. من دعوات کردم، من دارم کارم میکنم. چیکار بکار تو شر رو بر میگی؟ شرا نکن عزیزم، دارم کار میکنم. برو با عروسکات بازی کن. دیدم با عروسکاتم بازی دارم، میخوام بازی دارم. نمیتونم، من الان کار دارم. برو پفک بخور، چیپس بخور، یه چیزی بخور. بودو پفک نرم، چیپس نرم، فلون نرم، بهمون نرم، بسی بخورم، بوف بخورم. چه میدونم، برو داریم، برو بگرد پیدا میکنم. نخیرم نداریم عزیز دل من، من کار دارم و خیلا پس از مغازه محمد خرید کنیم بریم. نمیتونیم بریم مغازه محمد آقا خرید کنیم. ما الان بریم بیرون، خاله ستاره میاد، کلید نداره، میمونه پشت در. خب خاله ستاره اون وقت چرا رفتی این زیر آخه تو؟ من بیلو رو میدیم به مزه شام.
خالی صداره اومد مرزیا جان دلیل رو میده به صداره میاد. مرزیا جان؟ دلیل بدیم به مرزیا جان چیکار کنه؟ یادو حالا ستاره؟ دیر نمیشه؟ نه. چقدر طول میکشه لباساتو بپوشی؟ یه ساعت. آفره. بابا سلام. بیا با فرد بخور. نمیخورم عزیزم، خودت بخور. اون ساعت دنده ساعت رو میخوای چیکار؟ درش دارم دیدم. آخه میخوای چیکار؟ بیا فرد. 10:50 10:50 هنی جایی میاد؟ کی؟ خاله صداره. بعد صبح میمده تا الان نیمده، دیر کرد. با فرمم بیا با من بازی داریم. من؟ این نگفتی چیپس و پفک میخوام؟ خریدم که ول کنی دیگه، برو با عروسکات بازی کن، چیپست هم بخور، پفکت هم بخور. بودو نمیدونم اختون خشته دارم من. سلام ستاره جون. سلام. کجا بودین؟ دیر کردین. ببخشید موبایلتونم که خاموش بود. آره شارژش تموم شد، خواستم تلفن کنم شمارتونم نداشتم. آقا پوریا، خواستم بگم دروغ گفتم. از تنهایی میترسم. شب خیلی بدی بود. هر کاری هم کردم خوابم نبرد. قرص خواب خوردم دیگه. ستاره خانم. نهار چی میخورید؟ الان یه چیزی درست میکنم. مهمون من، میریم بیرون. خب نوش آمدم بخور. بوریا تو حالا به اسم کوچیک سلام نکرده بودی؟ ناراحت میشی؟ نه خواستم بگم روز خوبی بود. همین به منم خیلی داره خوش میگذرد. کاش واقعی بود. چی؟ هیچی. ستاره خانم. بله. دیر وقته براتون آژانس گرفتم.
اومدم. سلام. سلام خانم. صبحتون بخیر. صبح شما بخیر. بفرمایید. عسل کجاست؟ عسل خوابه دیگه. آره. عسل دختر خوشگل. بله. اجازه هست؟ بله بفرمایید. بفرمایید. اجازه هست؟ بله دختر گلم. دوست دارین امروز صابونه رو تو اتاقتون میل کنی؟ ممنونم. سابونم رو بیا بابا بخورم. آره؟ آشپزخونه و کابینت ها رو مرتب کردم، یه سری چیزا کم داریم نوشتم، حالا اگه خواستین بریم بگیریم. بله حتما. یه قربونت برم، تو دیشب خواب بودی مامان زنگ زد، گفتم دیگه بیدارت نکنم، زور یادم بنداز حتما بهشون زنگ بزن. باشه؟ بله زنگ زنگ با مامان صحبت نه الان نمیشه، اونا خوابن اونجا شبه. بس اینجا اون روزه بخاطر که ما این بره دنیای مونه اون بره دنیا اونجا الان شب. بگی دستت دیگه. صبونه تو تا کار. میگی آخرش چی میشه؟ دیر شده برو. آخه کی مهمونه از خونش بیرون میکنه ها؟ شبه اونجا میخوابه؟ داره شروع میشه. میتونی حسش کنی؟ خیال تو بخور. میگم او قدام بدت نمیاد. بوریا مراقب زندگی تستی؟ میخندی؟ اگه نبودم که الان اینجا نبودم. برام تعریف میکنی؟ میشو کنایه نمیزنه، مطلق نمیگه، فرق نمیکنه. به چی میخندی؟ یه اسمس بانمکه، تعریف کن. کلن وقتی میبینمش حالا هم خوب میشه، اونم از اینکه با ماست خیلی راضیه. اینا رو خودش بهت گفته؟ نه ولی فهمیدنش کار سختی نیست. وقتی میام خونه در کموده که وا میکنم همه لباسه و دوش شده، غذایی که دوست دارم واسه هم میپزه، ساعت ها میشینه با هم حرف میزنه. اون روز یه فیلم نامه خوندم واسه هش، گریه کرد. واقعا؟ آره گریه کرد. مطمئنی برای فیلم آمد گره کرد؟ آره. خوش به حاله. همیشه دلم میخواست مثل مردای دیگه بلد بودم از زندگی میلذت ببرم. بدبختم دیگه، بدبختم. چرا بدبختی؟ این که این خوشبختیه. خوش منم از تو بودم. خوشبختیه؟ خب آره. بچه رو من حسش نمی کنم. پاشو بشین. ببین نیچه میگه خوشبختی. اگه زا نیچه غلط میکنه. تو گویی من تا حالا اینو نشنیده باشم. قاطی
به مرسی در عروسر خوشتلی آفم خریدی. خواهش میکنم. اوی اوی ببخشید. آخ دونم این بابای اومد. سلام. یه اینجا ببینم قربونت برم من. خوبی؟ دلم تنگ شد بسرد؟ منم اینجا. بریم زنگ به مامان بزنیم دو روزه. سلام. منتظرمون زنگ بزنیم بهش. آخ بسه اینجا امروز اونجا شبه. ها؟ بابا مده نداره که اینجا روز اونجا شبه ما سحر از زن بزنی بیدار میشه. خب دو روز آخه منتظر ما بهش زنگ بزنیم. نمیشه که. شعر بلدی واسش بخونی؟ نه. به این سن رسیده هنوز شعر مامان یادت نداده؟ نه. مامان؟ الو؟ الو سلام. الو؟ الو؟ بگو پوریا صدا. الو؟ سلام. چیزی شده؟ عسل میخواد باهات حرف بزنه. آره آره. بیداره؟ گوشی رو بهش میدی؟ گوشی؟ بلند صحبت کن. الو. سلام مامان، اوونت برم. مامان دیر میاد. چه خبره؟ خاله دلم مریضه بداره. چیزی شده؟ نه. ناراحتی؟ دیشب چرا رفتید؟ من به خاطر عسل موندم. اگه میدونستم من بمونم شما میرین نمیموندم. الو بابا مامان سهر داره داره داره. الو 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 سلام، حالت خوبه؟ سلام. ما نمیبینی بهتری؟ آره تو چی؟ من نه، دلم خیلی تنگ شده. خیلی احساس غریبی و تنهایی میکنم. نب نداره، برگردی بهتر میشه. مطمئنم عسل رو میبینی، خانوادت رو میبینی، دوستات رو میبینی. تو رو میبینم. ها؟ نوبت دادگاهمون 25 روز دیگه است. برای برگشتن خیلی عجله نکن. شلواری که برام خریدی اندازمه، دست درد نکنه. چی دوست داری برات بگیرم؟ آرامش. شنیدم چینیا رو روش رو پیدا کردم. دنبالش میگردم. مواظب خودت باش. تو سلام. سلام. چه بی خبر، کی اومدین؟ مرسی خوبم، تو خوبی؟ مرسی منم خوبم. همین الان اومدم، کارام زود تموم شد دیگه اومدم. چه لباس شبیه لباس منه؟ مال شماست، همینجوری پوشیدم. اشکال نداره. چی عزیز دلم، قربونت برم خانومی. اصلا نشه قفله اتاقش کثیف بود، گفتم تمیز کنم. سلام. خوشگل مومون، عزیز مومون، چطوری گلم؟ خوبم. چقدر دلم برات تنگ شده بود خانم. منم همین دار عزیزم. مامان خریدی؟ یه عالمه چیزای خوشگل برات خریدم، برو تو سایت نگاه کن. قربونت برم. ساعت 10 چرا شما هم نرفتین؟ مامان سهر، آقای پوریا گفتن عسل تنهاست، رفتن یه دقیقه بیرون من نگهش دار. اشکال نداره، مرسی از اینکه موندی، میتونی بری. مامان سهر عزیز مامان، بذار مامان ببینده. مامان مده ندار که در اون عروس دایده آهن میخونه میخری. چرا مامان این سب کن یه باطنه رو بخش ندار برد آهن قربونت برم. سلام. سلام. تو کی اومدی؟ همین الان. چنقدر بیخبر؟ با اجازه تو من باید برم. ستاره خانم شام گرفتن. بزا بره کار داره. ستاره خانم دیر وقت، اجازه بدین آژانس بگیرم برات. خودم میرم. پیتزا تو ببر.
پیتزا تو ببر، بذار آژانس بگیرم. مثل که من نبودم خیلی خبرها بوده. تو رو خدا هنو نرسیده شروع نکن. اصلا میگه شبا اینجا میخوابیده. آره یه شب من رفتم پیش هرسی و گفتم بمونه پیش حسن. خوشلی مامانم خریده. اگه من صد دفعه بهتون نگفتم فضولی زشته. من ده فضولی ندادم. مامان از کجا میدونه ستاره خانمش هم اینجا مونده؟ من اصلا اینجا ندارستم. برو بخواب. بدو بابای دختر خوشدلت اومده باید صابونه بخوری. دختر دیمونه هم اومده. بابای ماما سهر صابونه آزه درده داریم صابونه بخوریم. چی درست کرده؟ دخمه ما داری شیری. اه ایوز بده. خیلی خب تو برو من الان میام. نیست بیا صابونه بخوریم. سلام خوشگل خانم، مصفت ببینم که بیدار شدی. بسر پیش. سلام آقا پوریا. سلام. سلام سهر خانم. سلام. چی کار کردی دی؟ اصلا بری اینجا صابونت رو بخور. دوستم بخورش تو دارم بخور. با تو هم الان میارم سهر خانم. بودو اصل مگه من با تو نیستم؟ پاش بریم صبحونت رو بخور. نخیره طرف میزنم بگو چشم. دوست دارم دوستم دوستم. دیگه حرف نزن. ستاره. بله. بیا. این چیه؟ دستمزدته. بابت این چند وقتی که اینجا کار کردی. اضافه کاریات هم حساب کردم. نمیخوام. میگم بخور. نمیخوام. بخور بده. نمیخوام. چیکار داری میکنی؟ با تو هم ناراحت شدی؟ آره ناراحت شدم. آخه اون بنده خدا چیکار کرده؟ نمیدونی چه تاثیر رو عسل گذاشته؟ فقط عسل؟ ستاره خانم، ستاره خانم بمونی صابونتون رو بخوریم بعد بریم. ستاره خانم فکر کردی من خرم؟ نمیفهمم تو چه غلطی داری میکنی؟ آره خری! یه نفرم که با یه انرژی خوب اومده تو این خونه میندازیش بیرون که مثل قبل باز تو همون نکبت زندگی کنیم. زندگی با من نکبته؟ آره نکبته. کجایی؟ اومدم. بذار چند مقابا از آسیاب بیفته برمیگردی سر کارت.
نمیذاره. فهمیده چیو؟ این که بین ما. بین ما چی؟ من نمیتونم بدون شما زندگی کنم. تو آدم خوبی هستی، چی کار کنم؟ میدونی چی داری میگی؟ وای چه حال بدیه، انگار معلقم بین زمین و هوا. اگه تو رو نبینم، عسل رو نبینم، من عاشق عسلم. اون بچه هم تو رو دوست داره خیلی. یه چیزی. چه؟ شما که 25 دادگاه تونه، تو هم که بدون عسل نمیتونی زندگی کنی. یکی میخوای عسل رو بزرگ کنه، من صبر میکنم. تو دختر خوبی هستی، به راحتی میتونی هر مردی رو خوشبخت کنی. زندگی رو میفهمی، معنی شوهرداری رو میفهمی، خلاصه خوبی خیلی. ولی چی؟ کی ببینمت؟ وقتی این فکرهای بچگونه رو از سرت انداختی بیرون. اوضاع کارات چطوره؟ فیلمنامه تموم شد؟ با تو هم کجایی؟ میگم قصه تموم شد؟ نه قربان، منم همینجا پیشت میمونم. سام؟ بله رئیس. میخوام از بخش بازرگانی استعفا بدم. 1941 تو نیویورک چه زمانیه؟ با چی؟ ساعت هم خوابیده. حتما همه تو نیویورک خوابیدن. دیگه خسته شدم از این همه کار کردن و سفر رفتن. دوستم برم سر یه کاری که صبح برم ساعت 3:45 برگردم خونه. چیزی رو بزن که من دلم میخواد بشنوم. یعنی چی رو؟ پوریا با تو دارم حرف میزنم. فکر میکنم آهنگش یادم بود. بخشی ارزا تحملشی داره، منم دارم. بزنش. چشم بریز. اشتباه پشت اشتباه. تو خیلی وقت چشمات رو واقعیت زندگی بستی. تو فکر میکنی پوریا اگه میخواستی رابطه جدید رو شروع کنه، من وای میستم که تو بیای اینجا؟
چی داری میگی؟ اون یه شب اونجا مونده. اون شب پیش من بود. ببین از هر 10 تا مرد یکشون این کار نمیکنه. ولی اون کرد. به خاطر که هنوز دوستت داره. سر یه سوال. تو واقعا دوست داشتنی هستی؟ یعنی شرسی ها. من اصلا نمیفهمم تو داری چی میگی. من صبح تا شب دارم میرم کار میکنم. زحمت میکشم. من واقعا اصلا موندم. من کاری به کارش ندارم. دقیقه مشکل همینه. تو بیش کاری نداری. و این اشتباه است. اون به محبت تو احتیاج داره. تو باید به اون توجه کنی. یه واقعیت رو بهت بگم سهر. طلاق برای شما دوتا اتفاق تلخیه. ولی کسی که بیشتر از همه ضرر میکنه متاسفانه توی. عزیزم میام الان بهت میدم. الو جانم صدای عسله؟ دلم خیلی براش تنگ شده. آره اونم دلش خیلی برای تو تنگ شده. بابا اومده بود و نیستم. اون رو ساده ده بالای دومادم بده. چونی بیای بیرون ببینمت. بوریا بیا بیرون ببینمت. دوباره شروع نکن. حالا چطوره؟ حالا که پیش شما هم خیلی بهتره. خوش شما مامانم یه عروسک خوش دلی آفر خریدم. خیلی صدا بیم بریم دو بازی سواشی. تو بودو برو منو منو باشی. فردا دیگه راحت میشی. دادگاه سرچنده. شاید نرم. نری؟ چرا؟ نمیدونم. یعنی واقعا لیاقت تو اون زندگی اون همه بی‌توجهیه، اون همه تأخیر. عسل ببین. یادت بهش میگفتی وحشی. الان ببین چقدر آروم شده. این آرامش من رو بودم تو زندگیت. اگه برم باز همون گندیه که بود. میدونی تو سحر لیاقتتون اینه که یه اون مثل موش گربه به جون هم بپریم. فقط این وسط دلم واسه عسل میسوزه. ببخشید. بله. سلام. کجایی؟ با عسل اومدیم پارک سر کوچه. تو کجایی؟ شرطی ها بودم. دارم میرم خونه. پوری ازت ممنونم. بابت چی؟ بابت اینکه انقدر خوبی. نمیخوام دستت بدم. یه خواهش ازت دارم. خیلی خوب رسیدی خونه زنگ بزن. چی رو زنگ میزنم؟ عسل چه کار میکنه؟ داره با خاله ستارهش تاب بازی میکنه. ستاره؟ اون اونجا چی کار میکنه؟ با تو هم پرسیدم ستاره اونجا چی کار میکنه؟ میام خونه با هم حرف میزنه. دلش تنگ شده بود واسه ستاره اومد ببیند. دلش واسه اون تنگ شده بود یا واسه تو؟ میام حرف میزنیم با هم. گفتم دلش واسه اون تنگ شده. Thank you.
ستاره رسولی، چند وقت پیشتون کار میکرد؟ نزدیک دو. حالا مطمئن این کار اون بوده؟ کار خود کثافتشه، من بچه همون میخوام. آروم باش خانم، از کجا اینقدر مطمئنی؟ چرا فکر میکنی این کار اون بوده؟ اگه انگیزه شخصی داشته؟ اگه چیزی هست بهتره بگین که بتونم کمکتون کنم. من میخوام با تون تنها حرف بزنم. تنها حرف بزنی؟ بین تو اون دختر بی همه چیز چی بوده؟ چه بلای سر بچه‌م آوردی؟ منو به این روز انداختی؟ حرف بزن. جناب سرگردون، دختر خودش اینجوری میگفت که به من علاقمند شده. تو مدتی که ایشون تشریف آورده بودن سفر خارج از کشور، یه رابطه‌ای بین ما پیش اومد این اواخر، ولی ایشون ابراز میکردن که رابطه جدی تر بشه. یعنی چی؟ یعنی بگیریش؟ خیلی کثافتی. همین بچه‌ای که ایشون دارن خودشونو به خاطرش با آب و آتیش میزنن، اون خانم ادبش کرد. حالا من نمیدونم چه شکلی براش مهم شدم. تو برای من مهم شدی؟ من میخواستم سر به تنت نباشه، من فقط بچه‌مو میخوام، همین. دعوای خانوادگیتون رو بذاریم واسه بعد. این شماره ای که دادی از این اعتباری هست. 4-5 هزار تومن بیشتر پولش نیست. الان هم احتمالاً انداختتش دور. آدرس چی؟ آدرس ازش داری؟ زامنی؟ معرفی؟ چیزی؟ از کجا استخدامش کردی؟ مربی مهد کودکش شماره داد، گفت این شماره پرستار خصوصی هم. بیا بالا. نمیام. برو. بیا بالا زشته. بیا بالا. هرچی کن. بیا بالا. دست سرت بردار. هرچی میخوای بگی تو ماشین بگو زشته. ماشین بچه رو پیدا میکرد. خیلی خوب، بالا بیا بالا زشته تو خیابون. با تو. بیا بالا.
برای سر بچه‌ام بیاد چیکار کنم؟ نه چی دارم می‌سوزم؟ من که اصلا مادر خوبی براش نبود. روزایی که به من احتیاج داشت من خاک بر سر همش سر کار و جلسه‌ام بودم. کاملیت یادته؟ 3 روز پشت سر هم صبح میرفتم خواب بود، شب هم برگشتم خواب بود. روزا چی کار میکرد؟ سراغ منم میگرفت. الو، کجایی شما؟ پیداش کردین؟ یه سر بیان آگاهی. الان میام. الو، سر کجا رفتی تو؟ پیداش کردی؟ نه، کجایی؟ اومدم خونه، به دلم افتاده بود برمیگرده خونه، اما نیومده بود. خدا یه کاری بکن. خیلی خوب، به من خونه مهدم میام. نمیخونه. نمیخوام تو دلتو خالی کنم. از مهد کودک استعلام کردم. اونا هم قدی میدونن که شما میدونین. از آژانسایی هم که واسش گرفتی همینطور. یه بار رفته کردان کرج، یه بار فرمانی. هر بارم تو خیابون اصلی پیاده شد. مامورای ما دارن تحقیق میکنن ولی هنوز به جایی نرسیدن. یه خبر بدترم برات دارم. عکسی که دادی متعلق به یه مجرم سابقه داره. به نام سوسن قبارلو. مجرم سابقه دار، جرمش چی بوده؟ آدم ربایی. بله بفرمایید. جناب سلام، کیازند هستم. ساعت 4 صبح، چی شده؟ چیزی که راجع به ستاره میگفتین درسته. چند وقت پیش چی؟ داستانی برای من تعریف کرد راجع به یک گروه پرستاری که میرن تو خونه های مردم برای درسته و بچه های مردم. من رو باید یک چیزی میخونم بپرسنم. سهر نیست که اون کی بود و تو گذشتش چی کار کرده. اون با اصل این کارو نمی کنه. تو از کجا می دونی؟ اون خسته بود، می خواست زندگی کنه. اصلا خیلی دوست داشت. تو رو چی؟ بسه دیگه. الو عسل؟ عسل بابا حالت چطوره؟ الو قربونت برم بابا، ای کجایی تو الان؟ الو آره الان قربونت برم، گوشی بده دست خاله ستاره. گوش الو
الو الو ستاره، ستاره صدا میشنوی؟ الو الو، چرا حرف نمیزنی با من؟ حرف بزن ستاره. ستاره من و تو لحظه های خیلی خوبی داشتیم با هم، تو رو خدا خرابش نکن. مادر این بچه داره میمیره از نگرانی. ستاره پلیس دنبالته، تو رو خدا خرابش نکن، فقط به من بگو کجایی. الو الو ستاره، پول بهت میدم، هر کاری بخوای واسات میکنم. تو رو خدا الو ستار، الو منم فتوحیم، جنابش گرفتیم، از یه باج تلفن زنگ بزن، یه شرکه قبل زنگ بزن. جناب صاحب میام الان، میام الان، الان میام اونجا. بچه های من دارن کل منطقه رو میگن، نگران نباش، پیداشون میکنم. یعنی اگه دست من به این دختره برسه؟ ببین این حرف رو نزن، بهترین شکل ممکن باهاش صحبت کردی همینه، نظر عصبانیت تو ببینه. ممنونم ازت، تو تنها کسی بودی که باعث شدی تو بیداری رویا ببینم. رویایی داشتم یه شوهر خوب، یه بچه دوست داشتنی، خانواده، عشق. آرزو داشتم این رویا رو تا همیشه برای خودم نگه دارم. برای همینم اصلا بردم تو بیداریام، شاید که این حس قشنگ برام بمونه. اما حیف که این رویا مثل رویاهای دیگه عمرش کوتاه. من نتونستم این رویا رو داشته باشم، اما تو با خانوادت میدونی بهت حسودی میشه. امیدوارم لیاقتش رو داشته باشی این رویا رو برای خودت بسازی. اگه حال منو بخوای بدونی، بدون تو خوبم، اما تو باور نکن.